جستجوی ریشه ها یکی از علایق همه اونهایی هست که به هر دلیلی ترک دیار کردن و دلشون میخواد درباره گذشته هاشون چیزایی بیشتری بدونن این هفته در آپارات با خانواده ای ایرانی آشنا میشین که ریشه در هرات دارن سلام خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات حسن سالچو هستم در بین نسلی که به عنوان مهاجر از سرزمین خودشون به سرزمین دیگه ای مهاجرت کردن و یا در جای دیگه ای پناه گرفتن مسئله سرزمین مادری خیلی مهم هست در حالی که فرزندان این نسل که در سرزمین های جدید به دنیا اومدن و بزرگ شدن غالبا ارتباط چندانی با سرزمین مادریشون برقرار نمی کنن. به همین جهت هم والدین تلاش میکنن که بچه ها رو با این ریشه ها آشنا کنن سپیده فارسی فیلمساز مقیم فرانسه هم با همین قصد دختر هفت سالش رو از فرانسه به ایران میبره تا با پدرش که والدینش اهل حرات هستن به حرات در افغانستان سفر کنند در جستجوی منزل پدری او این سفر رو با دوربین موبایل و دوربین معمولی فیلم گرفته و حاصل شده فیلم هرات که این هفته می‌بینیم خانم فارسی کارگردان ایرانی و اصل مقیم پاریس متولد 1344 در تهران هست و در دهه 80 میلادی ایران رو به مقصد پاریس با هدف تحصیل در ریاضیات ترک کرد اما به سمت هنرهای تصویری و به خصوص عکاسی و بعدش هم سینما کشیده شد و چندین و چند فیلم کوتاه بلند ساخته و با اونا حضور موفق در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم داشته از جمله فیلم های مثل خانه زیر آب، تهران بدون مجوز، نگاه، خواب خاک، سفر مریم، مردان آتش و تازه‌ترین فیلمش هم گل سرخ درباره یه حوادث سیاسی سی سی سال 88 در ایران هست که این روزه در جشنواره مختلفی نمایش داده میشه. خانم فارسی میهمان این هفته ای ما هم هست. خیلی خوش اومدید خانم فارسی برنامه این هفته ای ما. ممنون از حضورتون. ممنون از شما. خب به اتفاق شما و بینندگان این فیلم رو با هم دیگه میبینیم و بعد دربارش با شما صحبت میکنیم چه ها به هم ارتباط دارند در این اعماق راهی هست از این یکی به این یکی مثل زنجیره های حلقه حلقه و باید بگردی در این چاه‌ها تا بتوانی خودت را بکشی از یکی از اینها بالا و من تمام چاه‌های دنیا را گشتم همهشان پر بودند از آدم ها و ما آدم ها در این چاه‌ها گم شده ایم و اینقدر باید بگردیم تا مگر همدیگر را پیدا کنیم هرات رو دیدیم تجربه یه شخصی یه فیلمساز از یه سفر شخصی با سه شخصیت که تصویر تر از شرایط یه جامعه و یه نسل رو به دست میده یه مستند کاملا تجربی که با دوربین روی دست و موبایل گرفته شده و در اون سوژه و سازنده یکی شدن سپیده فارسی فیلم این فیلم با ما هست فرصت کمی هم داریم برای پرسیدن یکی دوتا سال ازشون خانم فارسی اصلا چی شد که رفتین سراغ این سفر و فکر کردین این سفر رو فیلم کنید پدر پدر من اهل حرات بودن و فامیلشون حراتی بود و خلاصه ریشه رگوشی افغانی من از اونجا میاد و بعد انقدر این برای من همیشه سوال انگیز بود از لحاظ شخصی و بعد این سالهای اخیرم خیلی توی در ایران سوال میشد از من که ولی به با همیشه به موضوع برای من خیلی جالب بود یه تصمیم گرفتم که این سفر رو در واقع سه نفری من خودم دخترم که اون موقع هفت سالش بود سنی بود که پدر بزرگ من موقع که به ایران اومد داشت و پدرم که هیچ افغانستان نرفته بود ما ستایی ما اومدیم از پاریس به تهران و از سفر از پاریس شروع میشه البته یه تا هرات که دنبال در واقع منزل پدری پدر بزرگم میگشتیم و آدمایی که میشناختنش و رد پای اون خب این سفر اصلا چه کشفی برای شما داشت یعنی چه رهاوردی داشتین ازش؟ نزدیکی ما با افغان است یعنی اینکه من البته خودم این حس فاصله ای رو که در ایران همشه من آزار میده در رابطه با نو رابطه که ایرانی ها هموطن ها ایرانی با افغان ها برقرار میکنند حالا من راجع به اکثریت قالب به اتفاق میگم همه اینجوری نیستم ولی خب خیلی بچه غالبه این و اینکه ما چقدر از لحاظ فرهنگی به هم نزدیکیم اینو همه به تئوریکش رو میدونیم ولی در عمل این اتفاق خیلی کم ملموسه و من اینو میخواستم جا بندازم توی این فیلم یا برشت یک سفری بود که شاید واقعا دوست داشتم که انجام بدم و از سه دید مختلف یعنی پدر من با نگاهی که در اون سن داره دخترم از دید یه بچه و خودم و در واقع میدونید که فیلمم با دو تا دوربین یعنی یه مقدارش با یه موبایل گرفته شد که بیشتر دست دریا بود دخترم و یه گاهی هم دست خودم بود موقعی که از مرز مثلا عبور از مرز اون جایی که نمیشد با دیوی کم گرفت و خب با موبایل گرفتیم و میگرفتم من بقیه‌اش هم که خب فیلم چون جاده ایست بیشترش و و, و یه, یه دیویکم کم که خب بیشتر فیلم تو با دیوی کم بود من پشت دور بودم و همین تجربه ای که در واقع پاک کردن این فاصله که بین فیلم بردار و فیلم م... کسی که جلو دور بینه کسی که پشت دور بینه کسی جلو دور بینه و این که این فاصله هرچی کمتر بشه بر من تو مستند خیلی جالبه و یه جوانب دیگه ای رو از واقعیت در واقع شما گاهی میتونید اینجوری نشون بدید که در یه مستند کلاسیک شاید وقتی که فاصله خیلی فاصله خیلی مشخصی است بین کسی که داره فیلم رو میسازه و دیدگاه اون و کسی که داره فیلم راجبش ساخته میشه این رو شما همیشه دارید توی این نوع فیلم ها مثل تهران بدون مجوز هم همین کار رو سعی کردم بکنم که این, این در واقع ساختار رو بشکنم و این فاصله از بین بره و دوربین خیلی به این کمک می‌کنه نوع کاری که شما با دوربین می‌کنید یعنی این این نوع دوربین دست گرفتن خود اصلا حس فیزیکی تصویر کاری که شما وقتی که من خودم فیلم میگیرم این اتفاق به طور ناخداغا البته ها یه جزه این نوع کارها هست میفته و میرم تو دل همه چیه جورایی میدونین بهشم فکر شاید خیلی نکنم و بعد این تو تدوینم تاثیر خودش رو میذاره بلکه اونجوری که شما تاثیر رو میگیرید و تو تدوینم یه جورایی دیگه میتونین ببارین یعنی نوع در واقع ارتباط هایی که بین پلان های مختلف شما میتونید ایجاد بکنید وقتی اینجور فیلم برداری کردید اونجوری هم میتونید تدوین کنید چه با صدا چه با تصویر خب خیلی متشکرم خانم فارسی برای حضورتون در برنامه این هفته ای ما متاسفانه مجان بیشتری برای صحبت در مورد این فیلم نیست بذارید ببینیم که بیننده ها درباره فیلم چطور فکر میکنن شما برام بنویسید از طریق راهی همیشگی برنامه ایمیل ما به آدرس اپارات بی بی سی دات کو کی و یا از طریق صفحه آپارات در شبکه اجتماعی فیسبوک به آدرس آپاراتان بی, بی سی. اگه هم که کلمه آپارات رو به زبان فارسی جستجو کنید به راحتی قابل یافتن هست این صفحه مشتاقیم که نظر شما رو بدونیم و اگه جزئیات بیشتری رو مایلید بدین درباره برنامه این هفته فیلم و میهمانش سر بزنید به وبسایت بی بی سی فارسی صفحه ای آپارات به آدرس bbcpersian.com/آپارات. تا فرصتی دیگر به اتفاق میهمان این هفته بدرود و پاینده باشید